چیکار میخوای بکنی؟ فعلا که کارش نمیشه کرد. حتما بری خونه فرشاد؟ رای دیگه ندارم. میکشنت. خیال کن نرم اونجا. فکر کنی چی میشه؟ خب حداقلش اینه که خطری تهدیدت نمیکنه. تکلیف پرونده‌مون چی میشه؟ ببین من میگم همین الان بریزیم خونه سعادت آباد و همشون رو دستگیر کنیم. سنده هشت مرکز سنده هشت هستم به گوشم بفرمی. سنده هشت از سعادت آباد گزارش میرسه که مورد فرشاد نیز وارد منطقه سعادت آباد شده و ظاهرن به جهت خونه مورد نظر میره. چی دستور میفرمایید؟ مفهوم بود؟ مرکز پیامتون مفهوم بود. متشکرم. به نیروها بگین آماده باش باشن تا دستور بعدی برسه. متشکرم. دریافت شده تا بندهای 2, 4, 13 و 8. به نظر من تا دیر نشده بعد ریخ اونجا. ما هنوز از ردهای باراشون خبری نداریم. از کدوم علوم آدم های مهمشون اونجا باشن نباشن؟ میترسم با این کار فقط اوضاع رو خراب کنیم. یعنی میخوای بری خونه فرشاد؟ باید برم. چند دفعه میپرسی عباسی؟ اسلحه بده. ولی صلاح نیست. نگران نباش، هر اتفاقی که بیفته حداقلش اینه که ما به مسائل تازه تایی دست پیدا کنیم. نه اونجا رو کاملا تحت کنترل بگیرید. فرشادم، سهنگ؟ بله؟ عباسی هستم، سلام علیکم. عباسی جان، یه چند لحظه صبر کن اومدم. خشمم. ببخشید این وقتشم بزنید. خواهش میکنم بفرمایید. چو ممنونم. موردی پیش اومده که میخواستم حتما با شما مشورت کنم. مرکز من در جریان تمام اتفاقاتی که افتاده گذاشته. پس میدونید؟ بله، فقط باز بشینیم یه فکر منطقی بکنیم. من فکرشو کردم جناب سرنگ. هیچ راهی وجود نداره. فقط من میخواستم نظر شما رو بدونم. که چی؟ یک راه هست و اونی که این بازی رو که ما شروع کردیم ادامهش بدیم. این یعنی یه خطر جدی برای تو سرگرد. میدونم، ولی متاسفانه راه دیگه ای نیست. جمشید اگه لب باز کنه که تو ماموری اونا تو رو میکشنت. میدونم عباسی، میدونم. نگرانی تو رو هم میفهمم. اما چیکار میشه کرد؟
ما الان میتونیم بریزیم همه تو اون خونه، هر چه آدم هست دستگیر کنیم. اما خب میدم که در دیره دوانه میکنیم. همه فکرها شده، تمام موارد رو بررسی کردم. باید تا ته قضیه بریم. پس حداقل به خودت یه اسلحه ببر. من دیگه حرفی برای گفتن ندارم، فقط خیلی مواظب خودت باش. خیالتون راحت باشه. خدا نگهدارت باشه. با اجازه بریم عباس. خدا حافظ. سرگوش، آقای مرتب از من توضیح میخوان. خب حقم دارم، فقط ازت یه خواهشی دارم. هم بفهم. هر موقع احساس کردی که داره تمام زحمات اون از بین میره، به من اطلاع بده تا ما وارد عمل بشیم. حتما این کارو میکنم. خدا نگهداره باشه سرگوش. ممنون. چطور شو می سر صدا اومدی فرشاد؟ من قرار نبود شب بیای. چه ساکتی؟ عبوسم
اشکالی پیش اومده؟ چی بگم؟ چی بگم نداره؟ اصلا تو چه جور آدمی هستی؟ یه روز شادی، شنگوری، ادا در میاری، یه روز حرف میزنی، یه روز حرف نمیزنی. نمیدونم چته تو؟ ببین آقا فرشاد، اگه از ما دلخوری بگو. چیزیم نیست، فقط یکم حالم گرفته است. راستش من یکی دیگه حوصله این حرفا رو ندارم فرشاد جون. اگه امشب میریم سر قرارمون که هیچ، اگرم نمیریم شما رو به خیر و ما رو به سلامت. فعلا که همه چیز مالیده، واسه چی؟ رفیقمون همه چیز رو خراب کرد. چی جمشید جلی؟ میگه نتونسته بهت اعتماد کنه. به من نتونسته اعتماد کنه؟ این نامرد. آقا رامینم گفت بهتره بی خیالت بشی. پس با این حساب کار پرید. جمشید خیال کرده اگر تو بری اونجا کاز کوزش رو به هم میزنی. حسرت دیگه، حسرت. خیلی خب فرشا جون، اگه بار گران بودیم و رفتیم. حالا کجا میری؟ خودم نمیدونم، اما باز برم فرشا جون. اگه نتونستم توی تهران یه کاری ردیف کنم و میزنم میرم شهرستان. شبا بیا اینجا بخواب. نه نمیخوام باعث درد سر تو بشم. درد سر چیه؟ من تازه ردادت کردم، یادت بهت گفتم باید کار دارم. بیا بابا. من باست دل نگیر. بیا چیه؟ من سالهای ساله که واسه اینا کار میکنم. اینا جز پول تو جیبی چیزی به هم ندادن. یعنی هرکی که واسه اینا کار بکنه اصل پولشو عادتشونه واریز میکنه تو بانکای خارجی. بس وضعتان توپه. پول منم واریز کردن توی کت بانکای ترکیه، ازمیر. میدونی؟ اگر تو واسه من یه گذرنامه درست کنی که بتونم برم ازمیر، پولمو برمیدارم و میرم یه جای دن زندگی میکنم. از میخواد دست اینو دری؟ یه همچی چیزی. حالا این کار واسه من انجام میدی یا نه؟ جورش کنی. ببین، قراره تا چند روز دیگه یه چند تا سرقت بزرگ انجام بدیم. پول خوبی گیرم میاد، به تو هم میدم. اصلا میتونم تو رو هم با خودم بردارم ببرم ترکیه. هی پسر فکرشو بکن، اگر من و تو با هم بریم ترکیه دوکونه هرچی خلاف کاره اونجا تخته بشه. نه بابا، من گرفتارم، نمیتونم. این حرفا کدومه؟ با هم میریم. گیره ابی نداره، بازش میکنیم. کلیدش دست منه. حالا که قرار این سرعت ها انجام بشه؟ اینا تا یه ساعت قبل از انجام کار هیچی با آدم نمیگم. جونه تو، منم این چیزها رو همینجوری تو حرفاشون فهمیدم. خب آقا سیا، چی لازم داری تا سه شماره وسط آمده کنم؟ ابزارت چیه؟ جونه تو، الان اصلا تو مودش نیستم، میری رو فرم نیستم. هر وقت شد خودم تهیه میکنم. پس درست میکنی. کرد ها.
یه بلیط واسه روم می‌خواستم. اینجا پرواز داخلی خانم، بفرمایید این طرف. سلام. سلام. به به چه عجب این طرفو؟ باورم نمیشه. خب اومدم یه سری بهت بزنم که دیگه گلایه نکنی. خوب کاری کردی. یه دقیقه باش تو بریم بالا هم یه چایی بخوریم. هم یه ذره با هم گپ بزنیم. نه نمیخوام مزاحم کارت بشم زری جون. بابا این حرفا چیه؟ یه دقیقه صبر کن. بله. ببخشید من چند لحظه میرم بالا و برمیگردم. خیلی ممنون. چه خوب کاری کردی اومدی. فقط کاش که زودتر اومده بودی نهار با هم میخوردیم. ایشالله یه دفعه دیگه. الانم باید زود برگردم. ستاره رو گذاشتم پیش مامان. میترسم اذیتش کنه. امیر چی کار میکنه؟ هنوزم صبح تا شب دنبال کارشه؟ آره دیگه. تو چی؟ یادم میاد یه موقع قرار بود از جمشید جدا شی. چی شد؟ من احمق، هنوزم چشام به راهه که یه روز بیاد. چند وقت پیش قرار بود زنگ بزنه ولی نزد. یه دفعه هم با هم قرار گذاشتش که برام یه کمی پول بیاره ولی خودش نیومد. آخرین باری که زنگ زد بعدش خیلی گریه کردم. واسه خودم، واسه اون، واسه بدبختیامون. فرشته تو خودت میدونی تو این دو سال ما چقدر بدبختی کشیدیم. اگه اون موقع فرار نکرده بود و رفته بود زندون تا حالا در اومده بود. ولی حالا چی؟ کاش که میدونستم چی کار میکنه، کجاست. خب آخرش که چی؟ اینطوری که نمیشه. یعنی تو واقعا نمیدونی اون کجاست؟ نه، ولی منتظرشم. اگه کارش درست بشه حتما میاد سراغمون. من میدونم، میگفت میاد میبرتمون دبی. فرشته یعنی میشه یه روز این بدبختی ها تموم بشه؟ نمیدونم، فقط فکر نمی کنم این موضوع به این سادگی که تو میگی فیصله پیدا کنه. فرشته یه سوال ازت میکنم، جون ستارت راستشو بهم بگو. چیه؟ امیر دنبال جمشیده نه؟ تو که میدونی اون هیچ وقت راجع به کارش با من حرف نمیزنه. ولی من مطمئنم اون روز که اومد خونم اون بی خودی نبود. تو هم بهم دروغ میگی ولی مهم نیست. عجب، خب من به چی بگم؟ فرشته تو رو خدا تو با امیر اقلا صحبت کن. آخه اونا با هم رفیق بودن، نباید تو روی هم دیگه بایستن. من میدونم که به زودی من و جمشید علی دوباره مثل اون روزا با هم زندگی میکنیم. تو رو خدا به امیر بگو جون اون ستارش همیشه تو خراب نکنه. شبم تقریبم کرده باشم. شب حواسم بود. آه خدا کنه خونه
راه نرفته باشه. فرشاد دیشه آمد خونه ما، اگه منو تعقیب نکرده باشن اونو تعقیب کردن. خونه سعادت آباد رو رفته، چجوری به بچه ها خبر دادم؟ رامین کجاست؟ بالاست. چطور جمشید؟ ولش کن بابا، این همیشه حیرونه، یه سلام بلد می بکنه. رامین جمشید تویی؟ کجایی؟ چیه؟ چی شده؟ بدبخت شدی جون، بکن بگو بنام چی شده؟ خونه زفر لو رفت. لو رفت؟ از صبح یه عالمه آدم مشکوک میانه میرن، وقتی من خواستم بزنم بیرون یه ماشین تغییرم کرد. وقت تو یه راست بلنشون اومده اینجا؟ اونا که بلدم چیکار کنم، انقدر این برومر رفتم تا یه رو قالش گذاشتم. میخوام بهت بگم وضعی اینجا بهتر از اونجا نیست. ببین سر کوچه یه ماشین غریبه واسده، فکر میکنم اینجا رو تحت نظر داره. جمشید تو مطمئنی؟ اینقدر ترس برام داشته بود که نمیخواستم بیام داخل. چرا بایستی اینجا؟ ما باید مطمئن بشیم. برو بچه ها خبر کن بیام. بیا تو، خسرو، از پشتر هوای بیرون داشته باش، زود بشید. خوب گوش کنه بچه ها، حتما جمشید براتون توضیح داده، بنابراین باید مطمئن باشیم. پس فقط کاری که من میگم انجام بدید، هیچ کس حق نداره هیچ کاری رو خودسرانه انجام بده. جلال، تو با ماشین از در خارج میشی، کاملا حواست پشت سرت باشه، اگر کسی تعقیبت کرد برو، فقط برو، میفهمی چی میگم؟ هر جا که دلت میخواد. بعدش هم یک هفته بعد من باید تماس میگیرم. تا
در غیر این صورت برمیگردی اینجا. میفهمی چی میگم؟ آره فهمیدم. مطلب دیگه هم هست. باید مطمئن باشی. بساط تو از پشت پرده مواظب کوچه باش تا بفهمیم کسی اونو تعقیب میکنه یا نه. جلال من مطمئنم تا به چهارراه نرسیده میفهمی کسی تعقیبت میکنه. اگر کسی دنبالت نبود برمیگردی اینجا. در غیر این صورت در سه شماره ما اینجا رو خالی میکنیم. خیال راحت بشه. من رفتم. موفق باشی. شاید فقط این یه ماشین اونجا نباشه. حق با توه. تو جلال که رفت دو دقیقه بعدش تا میری همون کار رو میکنی. مطمئن باشی. زودتر. سویچ جمشید تا اونجا نشیم. بلند شو وسایل ما همه جمع کن. سند 14 سریعاً جهت جایگزینی به موقعیت سند 24 اعزام بشید. اطلاعات 5 دقیقه دیگه در محله. بله موفق باشید. فکر نمی‌کنم دیگه اتفاق خاصی بیفته. برو. مرا. برو. جلاد پایین تام برو بالا. اتفاق خاصی میخواد بیفته؟ تو به این کار کاری نشته باش. برو به جمشید کمک کن. وسایل ضروری جمع کن. ممکن مجبور شو اینجا سری بریم. دنبال من نبود. حتما رفتن دنبال جلال چون جلال بر نگشته. مثل که جمشید راست میگفت. خیلی خوب. من و بهزاد و جمشید با هم دیگه میریم. خسرو تو و هوشنگ با هم دیگه میریم. باشه. فقط وقتی مطمئن شدید که تعقیبتون نمیکنن برمیگردید میان کی خونه شهرک. در غیر این صورت میرید که میرید. یادتون نره ها. بعدن خودم باهاتون تماس میگم. حالا بجمید. برید زودتر. همه چی جمع کنید. بهزاد بوتون جمشید صدا کن بیاد. بودو.
تعقیب و مراقبت از اون میگه. خودرویی که من به تعقیب اون هستم بی ام وی مدل 76 بزن مطمئن بشیم که به دنبال ما میاد یا نه. هنوز داره میاد. بذار بیا اینقدر تا شب علافش میکنم تا خسته بشه آخر سرم گمش میکنم. ساعت 13 وقت بخیر. بله چند روزه به گوش بشه. بگی سریع انتقالش بدم به مرکز. سند 13. بله فهمم. سریع به عنوان مسافر سرگل سوار کنم به موقعیت مقر اعزام کنم. بله فهمم. موفق باشید. مرکز سند 24، مرکز سند 24. بفرمایید اگر در جریان باشی شخص مورد نظر ماشین خارج به داخل یه پاساژ رفت. من اونو تعقیب کردم ولی متاسفانه رویت نشد. دستور چیه؟ سند 1 مرکز. مرکز سند 1 به گوشم. سند 1 شما چرا مقابل پاساژ گزارش میدید که سرنشین خودرو هنوز مراجعه نکرده؟ چی دستور میفرمایید؟ تا برگشت سوچه مراقب خودرو باشه. تمام. سلام جمشید. سلام. خسته نباش. به اون چه بگوشم؟ خوشبختانه جمشید منو لو نداده. خب؟ ولی متاسفانه هنوز به من اعتمادی نداره. حرکت نبوسی خوبی کردی سر گرد. ولی با روبرو شدن اون جمشید همه چیز خراب کرد. این آدم نشون داد که لایقه هیچ کمک نیست. اینطوری هم دیگه جام سرنگ. یه نکته رو متوجه شدم جام سرنگ. اینا به زودی میخوان یک عملیات بزرگ رو شروع بکنن. چه؟ درست نمیدونم. زمانشو نمیدونم. ها؟ جام سرنگ نکست بیان با شما کار دارم. برید الان میام. به گوش بشین اعلام میکنم خدمتتون. خواهش میکنم.
چه اتفاق افتاد؟ اصلا خودم خدمت نرس کنم که سرنده 24 اعلام کرد راننده هنوز برنگشته. در ضمن فرشاد هم منطقه سعادت آباد رسیده. رفت سعادت آباد؟ آره سعادت آباد. سلطان یه اتومبیل دیگه هم رو دستگاه اعلام شده بود. مورد اون چی بود؟ چرا سند 14 بود که اعلام کردن خودرویی که داریم متعقب میکنیم ظاهرا ما رو داره در سطح تهران میچرخونه. خیلی بد شد. سند 14 رو دوباره پیش کن. سند 14 مرکز. سند 14 مرکز. سند 14 در ساعتی که صدای ما رو دریافت میکنید سریعا با موقعیت ما تماس بگیرید. سند 14 ظاهرا به گوش نیست. مجددا پیجش کن. جمشید باید هنوز تو اون خونه باشه. مگر اون خونه تحت مراقبت نبوده ساتون؟ بدون حدود 5 دقیقه جهت تعویض نیرو. تعویض نیرو همین برای خارج شدن کافی بوده. دیدیم که تو این فاصله جمشید رفته باشه. بقیه چی؟ 5 دقیقه فرصت خوبی برای اونا بوده جمسرنگ. این خونه برای 2 دقیقه هم نباید خالی میموند. صرفاً برای اینکه مراقبت ما لونره یک نفر در داخل کوچه گذاشتیم، یک نفر هم جهت جایگزین در منطقه. برای خونه ظفر چیکار کردید؟ از اون موقع که خارج شده هیچ گونه اطلاعی از مراجعتش به ما نرسیده. صحیح. با این حساب میشه فهمید که چه اتفاقی افتاده. روشنه. یعنی کلک خوردیم. قطعا جمشیدی که من میشناسم آدم احمقی نیست. اون حتما فهمیده که حضور من یعنی لو رفتن خونه خودش و سعادت آباد. این حرف معنیش اینه که سرگرد ما اونا رو گم کردیم؟ نه 100% نه. اینطور که سوتوان میگه 3 نفر از اونا تحت مراقبت بچه های ما هستن، درسته؟ بله. میخوام همین الان با سند 14 تماس بگیری و بهشون اعلام بکنی تحت هیچ شرایطی از دیدشون مخفی نشم، به هیچ وجه. بله. سند 14 مرکز. بله. موارد در رعایت شما هست؟ بله مرکز، اوامری بود. بله مصادره باشی که سند 2 اعلام میکنن تحت هیچ شرایطی. تکرار میکنم تحت هیچ شرایطی موارد از موقعیت شما خارج نشن. دریافت شد؟ سنده هفت سنده هفت از سنده دو؟ بفرما سنده دو گوش ما سنده هفت. میخوام مطمئن بشم که توی خونه سعادت آباد کسی هست یا نه. هر کاری لازمه بکن. اگه لازم از دیوار برو بالا مهم نیست، فقط این کارو بکن. مفهوم بود؟ بله سعادت آباد.
متشکرم، منتظر میمونم. مرکز من الان داخل منزل شدم. ظاهرا کسی اینجا نیست. البته داخل ساختمان بی اطلاع. اگر ایشون اجازه بفرمایید من داخل بشم. به گوش بشید. متشکرم. بس کسی نبوده. صندف، لازم نیست بری توی ساختمان. همون اطراف خودتو استدار کن تا دستور بعدی. بله، تاش. متشکرم. من فکر می‌کنم سرگود بیشتر از این نباید وقت هدر بدیم. اون ماشین که جلو پاساژ ظاهرا قالمون گذاشته میمونه این دو نفر. این دو نفر هم با علم و آگاهی از خونه بیرون اومدن و الان دارن رد گم میکنن. اگر اونم ممکنه گمشون کنیم. نظر چیه؟ موافقم. باید دستگیرشون کنیم. ستون، به سمت 14 اعلام بکنید که اون خودرو رو متوقف کنه و سرنشیناشو دستگیر کنه. حتما. اون هولوش همین مینی کمکی چیزی هست نیرو براشون بفرستید. ما هم داریم این سعادت آباد. نتیجه رو توی ارائه به من بگو. حتما. سند 14 بفرما مرکز. موقعیت از میرزمان دارم وارد اتوبان شهید حقانی میشم. خودرو در رویت شماست؟ بله همچنان. سریع متوقف و سرنشانش رو دستگیر بفرمید. اطاعت اجرا میشه. از نتی هم مرکز وایت را بگیر. وایدهی که هلوش میرزمان و شهید حقانی هستم سریع نیرام Thank you.